با عرض خیر و مقدم خدمت سخنران امشب آقای لقمان تدین نژاد و اعضای محترم کانون و همچنین همه عزیزانی که ما را از اقصی نقاط مختلف دنیا مشاهده می کنند خیر و مقدم میگم و من ناهید قادری هستم و افتخار گردانندگی سخنرانی شما رو امشب به عهده دارم. ما طبق برنامه کانون در ابتدا برنامه های آینده ماه جاری رو اعلام می کنیم و همطور که مستحضر هستین امروز 15 جولای برابر 26 تیر ماه سخنران امشب ما آقای لقمان تدین نژاد هستند با موضوع سخنرانی یادداشت‌های انقلاب. دوشنبه 22 جولای برابر دوم مرداد ماه آقای دکتر فرشید مقیمی سخنرانی دارند با موضوع مبارزات مردم امریکای لاتین جهت به خاکسپاری دو قرن دکترین کلونیالیستی مونرو. دوشنبه 29 جولای برابر 9 مرداد ماه سخنران آقای شادیار عمرانی با موضوع رونمایی از کتاب زنان تاثیرگذار ایران. در اینجا بله معذرت میخوام. خانم شادیار عمرانی، بله معذرت. دوستان و یاران کانون، از وظایف مهم کانون دوستداران فرهنگ ایران آشنایی و دفاع از مبارزات و حقوق زندانیان سیاسی عقیدتی می باشد. از این رو یادآوری شرح حال این قربانیان نقض حقوق بشر در زندانها کاری است که کمیته حقوق بشر هر هفته بدان می‌پردازد. توجه شما را به گزارش کوتاهی از بابت اتهام بغی به مبارزان جنبش زن زندگی آزادی که به صدور احکام اعدام منتهی می شود جلب می کنم. در گزارشی از ایران اینترنشنال آمده است که 8 تن از بازداشت شدگان ریزش مهسا ژینا امینی با اتهاماتی سنگین در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. از میان آنها نسیم غلامی سیمیاری و حمید رضا سهلابادی با اتهاماتی از جمله قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی بقی مواجه شدند که می تواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود. گلرخ ایرایی زندانی سیاسی روز 28 اردیبهشت نامه‌ای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی نسیم غلامی سیمیاری یکی از همبندی‌هایش در زندان اوین نوشت و از او به عنوان یکی از زنان معترض کف خیابان نام برد که در بازجویی‌ها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است. همزمان پرونده و ریشه مرادی و پخشان عزیزی دو زن زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با اتهاماتی از جمله بغی تفهیم اتهام شده و برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. اتهام بغی می تواند به صدور احکام سنگین همچون اعدام ها ببخشید. احکام سنگین همچون اعدام منتهی شود. وریشه مرادی و پخشان عزیزی مرداد ماه امسال
به صورت جداگانه در شهرهای تهران و سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. این احکام نمونه ای از پرونده سازی های خطرناک علیه فعالین علنی و مستقل جنبش ژینا و صدور احکام اعدام برای این فعالین می باشد. اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچ کس. مرسی از توجهتان. هشتگ آزادی شریفه محمدی، هشتگ فری شریفه محمدی. خیلی متشکرم از کمیته حقوق بشر کانون که هر هفته زحمات بسیاری میکشند و یه متنی برای ما تهیه میکنند. در اینجا من یک بیوگرافی از آقای لقمان تدین نژاد برای شما میخونم که قبل از سخنرانی ایشون یه مقدار از زندگی ایشون آگاهی داشته باشه. بیوگرافی لقمان تدین نژاد. متولد دسفول هستم در یک خانواده مذهبی. 2 سال آخر دبیرستان را به تهران رفتم. اول وارد دانشکده علم و صنعت شده و بعد به دانشکده فنی دانشگاه تهران. تهران برای من محیطی بود فرهنگی و انگیزه بخش. با آن تئاترها، سینماها، نویسندگان، شاعران و هنرمندانی که به جهان ما آنچنان غنا بخشیده بودند. در تمام مدت در تهران فعالیت سیاسی می کردم. البته مخفیانه مثل سایر دانشجویان، تا که انقلاب به گونه سوال برانگیز آغاز شد و در کمترین مدت به پیروزی حساب شده خود دست یافت. اسلامیون قدرت را به سرعت قبضه کردند و کشوری که بسیار دوستش می داشتم به قول شاملو از یک پهلو به پهلوی دیگر و از ابتذالی به ابتذالی دیگر غلطید و یک شام مرگزای آغاز شد. در سال 1362 در یک موقعیت استثنایی تصادفی موفق به خروج از ایران شدم. زندگی ناخواسته در تبعید نه تنها باعث فراموش شدن خاطرات زشت انقلاب و پیامدهای آن نشد و زخمهای قدیمی را بهبود نبخشید، آنها را برعکس برجسته تر و ماندگارتر هم در ذهن من ساخت. طوری شد که به قول مارکس، نویسنده که پیر می شود از خاطراتش می نویسد. به این گفته معروف اکیدن ایمان دارم که با مرگ هر انسان یک رمان برای همیشه بسته می شود. و از جهاتی خودم را مدیون می یابم به دوستان عزیزی که از دست دادم و بازماندگان آنها پیش از دست رفتن فرصت. از سالهای آخر دبیرستان تا آستانه انقلاب بدشگون 57 دست به 3 کار ترجمه زده بودم، هر کدام اما با آغاز انقلاب، اوج گرفتن تظاهرات، تغییر فضا به سمت انقلاب، سیاست زدگی مطلق و اعتبار یافتن اقشار نازل، بی فرهنگ و ضد فرهنگ به شکلی یا از میان رفته یا حیف و میل شدند. در امریکا این فراغت را پیدا کردم که کار شعر و داستان و ترجمه را بار دیگر به طور جدی شروع کنم. در همین راستا به همکاری نزدیک با مرتضی میرآفتابی در کار انتشار مجله سیمرغ که از چند سال پیشتر در حال انتشار بود. بعد از درگذشت زنده یاد میرآفتابی
تعطیلی مجله کارهایم را در اخبار روز و عصر نو منتشر کردم. در حال حاضر همچنان در کار ادامه شعر و داستان و ترجمه و نیز ویراستاری مجموعه آثار شعری و داستان و ترجمه های خود هستم. همزمان در کار انتشارات هم بوده و دفترهای شعر و یک بررسی ادبی از مرضیه شاه بزاز، دفترهای شعرا و ترانه های اسماعیل خویی به زبانهای فارسی و انگلیسی، دو جلد از مجموعه داستانهای خود و تعدادی کتاب دیگر را در انتشارات زاگرس به چاپ رساندم. بسیار پرونده پرباری از خودشون ارائه دادن. خیلی خوشحالیم که امشب در برنامه ما تشریف دارید. شما به مدت 50 تا 60 دقیقه فرصت سخنرانی دارین و ما بلافاصله بعد از سخنرانی پرسش و پاسخ رو شروع می کنیم و در اونجا یک یادآوری کوچیکی برای کسانی که سوال می کنند خواهم داد. خواهش می کنم بفرمایید آقای دوقان نشد. آقای تدیان نشد. تشکر میکنم خانم قادری. خب سلام میکنم به همگی، به حاضرین در این جلسه و با سپاس از دوستان کانون فرهنگی واشنگتن و زحماتی که یکی به منوچهر عزیز و دوستان دیگر در پشت صحنه دادم و سپاس از شما خانم قادری. میدونم که راه اندازی این جلسات و مدیریت و تداوم فعالیت فرهنگی کار آسونی نیست و اگه پایمردی شخصیت ها و درد حفظ فرهنگ ما نباشه، چندان آدم دلیل محکمی نداره که این همه وقت و انرژی بذاره برای کارهای فرهنگی. ولی در این حال نتیجهش خیلی خوبه که گاهی راندمان کار این کانونای فرهنگی من دیدم این بر اون بر گاهی برابری میکنه با کار دستگاه تبلیغاتی و سازمانهایی که پولهای بی حساب دولتی و غیر دولتی به جیبشون میریزه. و به این دلیل من از شما تقدیر میکنم که از این کارها میکنین و اینقدر موندین در صحنه ای که معمولا پر است از سختی و دلسردی و فشار. و من خیلی رو دیدم، خیلی از دوستان نویسنده و شاعر رو دیدم و از نزدیک وقتی که باشون حرف می زدم می دیدم که خیلی هاشون گرفتار سندروم سیزیف میشن، همون که گاهی احساس میکنن کارشون بیهوده است ولی باز هم به خاطر اون درد فرهنگی، به خاطر اون عشقی که به فرهنگ خودشون دارن همینجوری باز ادامه میدن. باز امروز الان تابستونه و تا چند وقت دیگه ما سالگرد فاجعه ملی رو داریم که ما در اینجا در آتلانتا همیشه به همت بنیاد اسماعیل خویی هر سال اینجا برگزار می شد با شعر و سخنرانی و اسلاید و نشون دادن فیلم. و به حال من دوست دارم که بخاطر اینکه دوره همین تابستون هست و یادی بکنیم از دوستان رفته، یک شعری بخونم در مورد همین تابستان. قبلش بگم که در تابستان سال 67 این هیئت مرگ که در واقع میشد حسین علی نیری و رئیس جمهور کشته شده و کاندیدای رئیس جمهوری همین انتخابات قبلی و اشراقی، اینا رفته بودن پیش آیت الله منتظری که ازش به اصطلاح اوکی بگیرن، ازش تاییدیه بگیرن
برای اعدام ها و منتظری با کمال قدرت ایستاده بود در مقابل اونها و در مقابل خود خمینی و مخالفت میکرد. تو این نوار شما میشنوین که یه جا میگه که شما اسمتون در تاریخ به یادگار خواهد ماند به زشتی به خاطر این جنایتی که شما دارین میکنین و شما یه کاری کردید مستقیما اسم خمینی رو نمیبره ولی میگه که شما کاری کردید که مردم ایران الان از اسم ولایت فقیه چندششون میشه، دقیقا میگه چندششون میشه و به هر حال این هرچی بهشون میگه که این کار شما زشته، ضد انسانیه، ضد خانواده هاست، ضد اسلامه، از این صحبت ها. یه صدایی که به نظر میاد فکر میکنم نیریه بهش میگه که ما باور کنید جانب عدالت رو رعایت میکنیم، جانب انصاف رو رعایت میکنیم در مورد این اعدامی ها، در مورد این منافقین به قول خودشون و تا 3 نفر ما بالاجماع امضا ندن ما کسی را اعدام نمی کنیم. و الان ما در حال حاضر یه لیست 200 نفره داریم. خوب ببرین حتما این نوار رو گوش بکنیم. یه لیست 200 نفره داریم که هر 3 نفرمون امضا کردیم، تایید کردیم که اینها باید اعدام بشن و اینها الان در سلول انفرادی هستند و صلاح نیست که اینها رو دوباره برگردونیم به بند عمومی. شما اجازه بفرمایید که ما به کار اینها رسیدگی بکنیم، برای بعد حالا یه کاری میکنیم و انقدر اینها بیرحم هستن که حتی نمیگن که نمیگه دیگه اعدام نمی کنیم، میگه بعدن به کارشون رسیدگی میکنیم، نمیگه اعدام نمی کنیم، میخواد برشون مکس میخواییم بکنیم که دهان منتظری رو بسته باشه. فقط باید به نوار گوش بدین که ببینید اینا در مورد قتل انسان هایی که یعنی از بهترین هایی که نست چه راحت صحبت میکنه و البته اونجا دوره منتظری بهش میگه که من همچین اجازه به کسی نمیدم. شما اونقدر همه چیز را زیر پا گذاشتین که حتی حرمت ماهای حرام اسلامی رو هم زیر پا گذاشتین و در ماه محرم دارین اعدام میکنین و آدم وقتی که میبینه که اینا چطوری درباره کشتن انسانها به این راحتی حرف میزنن، این هیئت مرگ اصلا آدم قابل تصور نیست براش. یاد چیز میفته آدم، آنا آرنت میفته که میرفت همون در 63 بود 62 بود 1962 از چیز برگشته بود از یکی از جلسات محاکمه آدولف آیشمن قاتل اون همه یهودی. اومد به شوهرش گفت که فلانی، نمیدونم اسمش چی بود، هاینریش بود اسم همچین اسم بود، بهش گفت فلانی باورت نمیشه این آیشمن هیچ نوع زشتی خاصی تو صورتش نبود، یکی بود عین خود ما. و فکر میکنم به دلیل همین که زشتی برای اینها چقدر یک چیز عادیه، چقدر آدم کشی یک چیز عادیه، اومد اسم ریپورتشو گذاشت A Report on the Banality of the Evil، چهره روزمره زشتی. به حال این شعر رو، این شعر اسمش از کفتارها، اینو من برای ابراهیم رئیسی آدمکش مشهور گفتم در دیدار با آیت الله منتظری. البته
عنوان شعر هست برای ابراهیم رئیسی، ولی در واقع هیئت مرگ همشون اونجا بودن یک کاسه. اسم شعر هست کفتارها. دریاچه یخ زده میدان بازی شغال هاست و کفتارها زیر نور ما. روستاییان کس کردن کنج خانه ها خیره به رقص هراسنگیز وحوش از پشت دریچه های بسته در سکوت. شبها ناامن می شود فراز گردنه و باد صدای قهقاه های جانوران را می آورد با خود. گرگ ها که ماه حرام و غیر حرام نمی شناسند رهروان را از هم می درند هر زمان. کفتارها همیشه مار زاده می شوند، گرگ بالغ می گردند و کرم و کژدم در خاک می روند و می گندند. برای اینها اونقدر اعدام کار ساده‌ای بود که من شاهد بودم که آخوند محل مخفیگاه پسرخواهر 22 ساله خودش رو در مشهد لو داد و 1000 کیلومتر اونورتر تو مشهد. بعد پاسدارا رفتن و جنازش رو یک ماه بعد یا شاید کمتر تحویل دادن به مادر محمد آقا که در واقع میشد خواهرش، یعنی پسر خواهر خودش اونطوری لو میده. اینها در چنان در یک چنین تراز ذهنی جنایت میکردن در دهه 60. یک چیز دیگه که یک شعر و یادواره دیگه که میخوام دوباره بخونم در مورد همین تابستون و همین تابستان 1367 و دوستان رفته مربوط میشه به یکی از دوستانی که بسیار برای من عزیز بود، خیلی عزیز بود. یه مدتی بود که هر وقت به آواز My heart is in the highlands، قلب من در بلندی ها می تپد، اثر آرو پارت آهنگساز برجسته استونیایی رو گوش می کردم که این آهنگ رو بر یک شعری گذاشته از یک شاعر میهنی اسکاتلندی به نام رابرت برنز. هر وقت من اینو گوش میکردم نمیتونستم خودم رو خلاص بکنم از خاطره هم دانشکده‌ای و دوست بسیار عزیزم حسین حاج محسن در صعود به قله علمکوه. هیچ وقت نمیتونستم خودم رو خلاص بکنم از خاطره این دوست و در تمام مدت چهره این دوست عزیز رو می دیدم در این آهنگ غیر این جهانی و شعر زیبا و نوستالژیک رابرت برنز. محسن از اولین اعدامیان زندانی کمونیستی بود که در مهر ماه سال 67 به دار آویخته شد در زندان گوهردشت. اسم این یاد بود و این ترجمه شعر هست بلندی های سرزمین محبوب من. در راه بازگشت از همراهان عقب افتاد، ایستاد از دور خیرمان به قله، یک تکه ابر سفید دور شونده، یالهای شکسته، صخره‌های ریزشی و تک و توک بوته های خرزهره میان زمین سنگلاخی. اکیپ
بی توجه به او همچنان به راه خود ادامه داد در شیب کوه. مسافتی که رفته بودند، یکی از همراهان برگشت، او را از دور صدا زد، برایش دست تکان داد و به خود خواند. صدای او پژواک داد میان صخره‌های نزدیک و دیوارهای آن دور دورها. محسن به خود آمد. نگاهش را از بلندی ها برداشت. برگشت. دوید خودش را رسند به بقیه بچه ها. بازوهای آفتاب سوخته او زیر کول پشتی برزنتی جلب نظر می کرد و چهره خندان او زیر عینک ذره‌بینی که داشت سر به سر گذاشتن های بچه های اکیپ را به خودشون برمیگردان. بچه خیلی سر به سر می گذاشتن. علمکوه در خاموشی شکوهمند خود از آن دور به محسن و به همراهان او نگاه می کرد. مغموم در اندیشه با تشویشی نامانوس، قلبی را که از او به امانت گرفته بود عزیزتر محکمتر بر سینه فشرد. از آن دور دورها صدای ریزش صخره‌ای آمد که با صدای مهیب فرو افتاد بر انبوه سنگ‌های شیستی پای دیواره. بچه‌ها برگشتند، خیره ماندند به سمتی که صدا آمده بود. آن را یک پدیده ساده زمین‌شناسی تلقی کردند، خاص علمکوه. و لحظاتی بعد دوباره به راه خود ادامه دادند در سراشیبی. همچنان خنده زنان، شوخی کنان به سمت درختزاری در آن دورترها. تردید ندارم که محسن در شب خوفناک اعدام به همون صعود کل علمکوه اندیشیده بود. به همراهان خود در گروه کاوه و به بلندی هایی که قلب خود را پیش آنها به امانت نهاده بود. و نژادی دون، قاتل زیبایی ها و ارزش های دیرینه، نژادی نازل آدم کش، وارث کشتارهای تابستان 67، مردار، نیمه مردار، همچنان به زندگی انگلی خود ادامه می دهد و جهان پس از محسن و همراهان او را بدبو می سازد و آلوده و تحمل ناپذیر. رابرت برنز شعری می سراید فراغامیز تا که 200 سال بعد در زندان گوهردشت به زمزمه محسن درآید در جمهوری اسلامی در آستانه اعدام. و آرو پارت آهنگساز بران آهنگی می سازد سرشار از یادآوری، فقدان، درد دوری و انتقال آهنگین زیبایی های تراژیک روح یک انسان ورای حرف و گفت و الفبا، تا که بر گوش محسن و همراهان رفته او بنشیند هر کجا که هستند. و شعری که رابرت برنز شاعر اسکاتلندی در سال 1789 سروده اینه: My heart is in the highlands. و ترجمه من هست: قلب من در بلندی ها می تپد. با خاطره زیبای حسین حاج محسن که در دانشکده محسن صدایش می کردیم. من با خود نیستم، قلب من در بلندی ها می تپد. قلب خود را در بلندی ها گم کردم، میان آهوان وحشی و ماهیان جویبارها. قلب من در بلندی ها می تپد هر کجا که باشم. بدرود بلندی های محبوب، بدرود بلندی های شمالی، زادگاه دلیران. در هر جا سرگردان باشم، به هر سو روانه،
شیفته این کوپایه ها خواهم ماند تا ابد. من با خود نیستم. قلب من در بلندی ها می تپد. میان آهوان وحشی و ماهیان جویبارها هر کجا که باشم. بدرود بلندی ها، بدرود قله های پربرف، بدرود تنگه ها، بدرود دره های پردرخت، بدرود جنگل ها، بدرود درختان فراز پرتگاه، بدرود طوفان ها و تندرها. من با خود نیستم. قلب خود را در بلندی ها گم کردم هر کجا که باشم. بدرود بلندی های محبوب من. و من حس می کردم که این شعر موافق حال محسن هست در شب اعدام و یک موضوعی رو که بعد اینجا بد نیست بگم. با مرزی صحبت میکردم، میگفتم به نظر شما خوبه که من توضیح بدم در مورد شعرها یا شعر رو خراب میکنه، و اون به من گفت که خوبه یه توضیحاتی بدی، بد نیست. در مورد اینکه وقتی در کوه به لرزه میفته، کوه نگاه میکنه از اون دور به محسن و همراهانش در گروه کاوه، و قلبی رو که از محسن و همراهان رفته او که امروز مطمئنم که بسیار دیگر از اون بچه هم رفتن، وقتی قلبی که از اینها به امانت گرفته به سینه میفشره، همونطور که میگه یه صدای ریزش صخره میاد، صدای مهیب میاد. و این رو یک برداشتی داشتم، یعنی یک تأثیری گرفته بودم از مولانا، که اون هم به نوبه خودش به این فلسفه قدیمی معتقده که جمادات هم شعور دارن، یا به قول غربی ها پان سیکیزیزم، همون چیزی که بسیاری از اقوام به اون اعتقاد دارن، مثل سرخپوستان آمریکا و غیره. مولانا میگفت در مورد جمادات، میگه اونا میگن که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، در بر نامحرمان ما خاموشیم. و اینطوری تصور من بود وقتی که این رو می نوشتم، که وقتی محسن برگشته بود و به قله نگاه کرده بود، در واقع سنگینی نگاه کسی رو بر خودش حس کرده بود. و باز به قول مولانا میگه از دل من تا دل تو نکته هاست، وای دلم وای دلم وا دلم. و همین این شعرم به یاد بوده همین دوست عزیز، به همیشه به یاد موندنی محسن سروده بودم. لطفا اگه کامنتی دارین یا نظری دارین، یا اینکه هر نظری دارین لطفا بگین قبل از اینکه من ادامه بدم، یه وقت خسته کننده نباشه، یا هر یا اگه نه بخواید. شما تا تقریبا 20-25 دقیقه دیگه هنوز وقت دارین، بعدا عزیزان میتونن ضمن سوال و جواب اگر که کامنت هم داشته باشن به جای سوال اونجا مطرح میکنن. بله، در یونان باستان یک رودخانه بود به نام استایکس که تمام جهان رو دور میزد، از همه جا رد میشد و به اعماق زمین و جهان مردگان، یعنی هیته فرمانروایی هیدس یا پلوتو، خدای مرگ، می‌ریخت. یک
قایقرانی هم بود به نام کاران که مردگان رو در ازای یک سکه‌ای که زیر زبانشون میذاشتن به ساحل مردگان میرسند. در دهه 60 بسیاری از ماها یک کسی رو که بسیار دوست می داشتیم در جریان اعدام ها یا در جریان جنگ در یک جریان جنگ بیهوده از دست دادیم. من کسی رو داشتم در دهه 60 که بسیار دوستش می داشتم و می دیدم که داره با بیمیلی با مرگ محتوم خودش روبرو میشه و آماده مردن و این واژه های دهن پر کنی مثل شهادت در راه عقیده و این چیزا نبود. این شعر هست رود مرزی. آن را که بسیار دوست می داشتم بردند در یک روز ابری پاییزی از راه کوچه های پیچ در پیچ، خیابان های پردرخت و میدان های شلوغ تا ساحل سنگلاخی رود. جهیزیه ناچیز او به دنبال بر شانه دلخک های خاکستری پوش، سبزهای روشن و زردهای زننده با شیپور و داریه و پایکوبی های خنک او با شانه. آن که بسیار دوستش می داشتم سر بر شانه بی تفاوت معشوق نهاده بود در سکوت، خیره به جریان هراس‌انگیز رود، از ازل بر بستر خود جاری، از کوههای افسانه‌ای دور تا دریاهای ناشناخته مرموز. بینیم نگاهی به من خراب و جماعت لول از همه جا بی خبر، تا که دمی دیگر کرجیبان پیر کهنکار آرام آرام ظاهر شود از میان مه و بار دیگر یک زوج تازه را به سرزمین آن سوی رود برساند و من در باغستان متروکه مشرف به رود که می رفت به زودی به خشکد و جای خود را به گورستانی کم رفت و آمد بسپارد، بر جای خود پوک شدم، خاک شدم، آب شدم از دور شدن آن که بسیار دوستش می داشتم و غم پنهان چشمانش در لحظه‌ای که با بیمیلی پا بر کرجی لرزان می نهاد و همچنان خیره بود و آبهای ساکت بیره، بینیم نگاهی به من خراب و جماعت شلوغ لول پشت سر. اینجا یک شعری بخوام بخونم به نام به یاد حمید اشرف در برنامه غار رودافشان. یه عکسی داره که با یک نگاه خیلی بامعنی، یک نگاه نافذ به دوربین نگاه میکنه و من بر اساس اون عکس و اون تأثیری که چشمانش و اون چیزی که از قیافش میزنه بیرون، من این شعر رو براش گفتم. دوستان، دارم آماده میشوم، برخیزید مرا در آبهایی بیفکنید که در آن رودهای هراکلیت جاری میشوند، اترک و ارس، کنگو و ریو دلا پلاتو، گنگ و یانگتسه. نظاره کنید مرا، دور می شوم با امواج تا به دریایی برسم که سندباد بیقرار، اودیسه جستجوگر و ماهیگیران بندر خمیر را در خود فرو می کشد. تندر سازهای کوبی ارکستر بزرگ
با غرش امواج می آمیزد در همخانی سنگریزه های ته رود، با آوای بابونه های کنار آب. نظاره کنید انبساط مرا هرچه دورتر می شوم. باستاب خیره کننده آفتاب اسرار اعماق دریا را پنهان می سازد. من اما هنوز اینجا هستم، نظارگر آدم ها، یال های پربرف، دره ها، رود ها، در اندیشه ترنم مرموز برگ های سپیداری که بر آستانه سیاهی های اسرار آمیز رویده است. این روزها دوباره سال روز تولد خویی عزیز هست، اسماعیل خویی، یک شاعر بزرگ دیگری که باز قربانی همین سیستم، همین انقلاب شد و حیف و میل شد با در غربت، کسی که باز اونقدر میهن خودش رو دوست داشت. اسم این شعر هست نهنگ، با خاطره اسماعیل خویی عزیز و تولدش که همین روزا خواهد بود. در دریاهای دور قطبی مردان در دگردیسی های ناگزیر خود به ماهیان بزرگ و کوچک تبدیل گشتند. اینجا و آنجا نهنگانی خو گرفته به سردی آبها، روزانه در شنا، بازی و شیطنت میان امواج. روزهای آخر هفته گردشگران، مرد، زن، جوان، میانسال، مجذوب دریا، امواج، پرندگان و صخره‌های سرشار از حیات به نظاره دریا می آیند در نقاب ها و پوستین های کرایه ای، تا زانو در آب های یخ زده عکس یادگاری می گیرند در هیئت ببر، پلنگ، شیر، گوریل و با شتاب به ساحل باز می گردند. در آن دور دورها اما ماهیان ریز و درشت و تک و توکی نهنگ در انزوای مأنوس خود در پهنه بیخید و پند دریا به دور از گردشگران موسمی همچنان به شنای خود ادامه می دهند. شب در شکاف صخری پناه می گیرند، غریق زلالی همه آبهای جهان، و با چشمان باز به خواب می روند تا سپیده دیگر. و یکی دیگر از بزرگان ادبیات ما، یا امیدوارم قدرش رو مردم بدونن، و اون هم سرنوشتش با همین انقلاب و همین یادداشت های انقلاب گره خورده، هادی خورسندیه، یک آدم بسیار بی نظیر از نظر شعر و طنز و بیانش، و اون هم بسیار میدونم که در درد وطن میسوزه و بسیار اشتیاق داره به وطن. ادوارد سعید همیشه میگفت هیچ تنبیهی کشنده تر و غم افزاتر از تبعید نیست، و اینها کسانی مثل خویی و دیگران مثلش باقر مومنی، هادی خورسندی، همینا و بزرگان دیگر خیلی درک میکنند این مسئله دوری از میهن رو. هادی خورسندی یه جا میگه این بیت شوخیانه نوشتم که هر که خواند داند که من دو آتشه دلتنگ کشورم. این از هادی خورسندی بود.
و من برایش سرودم کودک نافرمان شوخ را چه چاره، وقتی صدا می آید از دور آهای، دارد دیر می شود، به خانه بازگرد. غروبگاهان از سمت کلبه مخروبه بر کرانه جنگل انتهای جلگه، و سایه زنی در جامعه گلدار رفته رفته محو می شود در درخزار مه گرفته دور. آه اگر دشت را دوپاره نمی کرد این رود لعنتی و بازگشت به خانه را ناممکن. دارد تاریکی می گسترد بر دشت و من شب را باید کنار همین کشتزار سر کنم، دور از خانه، با شغالان و خرگوشان، راسوها و روباهان و ستارگان دور از دسترس. مرا چه چاره که در آن دور دورها مه می رقصد، موج می زند، پیشتر و پیشتر می آید، و رفته رفته مادر کلبه مخروبه و باغچه پرخاطره را فرو می کشد در خود و رها می کند مرا با پژواک گنگ آوایی از دور. آهای، به خانه بازگرد، دارد شب می شود. من چون وقت کمه شعرهایی رو که شعرامو تموم میکنم و یک مقداری از یک گریزهایی میزنم به خاطراتی که در کتاب، در یکی از مجموعه داستانهای خودم به نام تمام رنگهای جهان آوردم، و اگه فرصت شد پاراگراف اونور که نشان دهنده فضای داستان باشه برای شما میگم. این موضوع فراموش نکردن کشته شدگان، حداقل از زمان سوفوکل از یونان و تراژدی هایی مثل تراژدی الکترا در ادبیات ثبت هست و یکی از در واقع تمهاش به شمار میره، و در اثر سوفوکل به نام الکترا، یه بار الکترا که پدرش رو کشتن و همواره در به دنبال گرفتن انتقام هست، میگه تا من زنده هستم پدر من هم زنده خواهد بود. و این یک سرمشقی به آدم میده که تا وقتی که زنده است نباید بگذاره که کسانی که اونطور به ناحق به اون شکل فجیع کشته شدن از یادها برن. درست برعکس یه کسی مثل سالها پیش ابراهیم نبوی اومده بود توی همین در صدای آمریکا با یک حالت هیجانی و عصبی داد میزد سر مدیر برنامه و یه مهمان دیگه، بهشون گفت بابا دهه 60 رو فراموش کنید، گذشت. از مردم بپرسید پارسال چه خبر بوده، یادشون نیست. و دقیقا هم راست میگفت و نکته هم همینه که از فراموش شدن این فاجعه ما جلوگیری میکنیم، که این داستانی که دوباره تکرار خواهد شد همه بدونن که اسلام واقعی چی بوده، کسانی نیان که دوباره بگن اسلام واقعی دین رحمت است، اینها اسلام رو اومدن خراب کردن، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، و از این صحبت ها. این داستان هایی که من در این مجموعه جمع کردم، در البته یکی از مجموعه هاست، اولیش داستانی هست به نام تأخیر. تأخیر داستانی یه نفر است که
در خودش و خانمش گیر کردن در کوههای بختیاری به خاطر بدی آب و هوا و سیل و از بین رفتن پلها و جاده ها نزدیک به ایزه، و موفق نمیشه با خداحافظی بکنه با رفیقی که خیلی بهش نزدیکه و که قراره در یک پرواز سحرگاهی از تهران بره. البته وقتی میگم پرواز، یک حالت نمادین داره که به هر حال این شخص یک خلأ و تأثری درش میمونه که تا آخر عمر باهاش شاید بمونه. وقتی اینا گیر افتادن در همون اتاق، توی اتاق مدرسه هستن، شب اونجا اتراق کردن، مدرسه همون نزدیک کوه، توی دل کوههای بختیاری، صبح که دیگه بارون بند میشه، راننده میاد که اینا رو برداره ببره با یک جیب، ولی اول براشون صبحانه میاره. برای اولین بار در زندگی چای شیرین به دهن مرد مزه نمی کرد. مرد با خودش فکر می کرد چای شیرین دیگر هیچ وقت مثل سابق به دهنش مزه نخواهد کرد، حتی وقتی هم که به تهران رسیده باشند و سالها پس از این شب بارانی که زندگی به روال عادی خود نیز افتاده باشد. زن بعد از صبحانه باز هم شوهرش را تا سردار برود جیپ را گرم بکند و بیاورد دم در مدرسه دلداری داد. به فرض محال اگه سر موقع هم به تهران می رسیدیم، غیر ممکن بود بتونی بری ببینیش. طوری که اینا کار می کنن، اقلا از یک هفته پیش تمام منطقه رو از شاه عباس گرفته تا پارک ساعی، تا جاده قدیم و خیابانهای فرعی، همه و همه را تو محاصره گرفته بودند مخفیانه. شرط می بندن. رسیدن به خانه او در اون وضعیت محال بود. تازه اگرم می رفتی و می دیدیش، معلوم نبود بتونی زنده از اونجا در بیای. مرد از ساعتها پیش سکوت کرده بود، دیگر چیزی برای گفتن نداشت. با قیافه مات برده به پنجره بخار گرفته ای کلاس خیره شده بود و در همون حال که به حرفهای همسرش گوش میداد، به خاطرات خودش میاندیشید. یک داستان دیگری هم دارم به نام بی بی سی و نقش بسیار پرقدرتی که نقش بسیار موثری که رادیو بی بی سی در پیشبرد انقلاب 57 داشت. در اینجا یه جایی هست، اون زمان در همون هولوحوش 57 خیلی از جوانها که در فرهنگ زمان شاه بودن، یهو متحول شدند و شدند انقلابی دو آتشه، شدن به عبارت امروزی طالبانی و چچنیایی و داعشی، اون زمان میگفتن مکتبی. به این برادر ما هیچ نمیشود بگوییم. این راوی داستان یه بچه بیطرفه. به این برادر ما، یعنی برادر بزرگش که عوض شده، به این برادر ما هیچ نمی شود بگویی. پریروز وقتی همینطور الکی الکی توی حرفام از دهنم در آمد که سر نانوایی آقای سعیدی دبیر فیزیک با آقای ملاوی کارمند شهرداری حرف می زده و بین حرفایش گفته این ملت بعدها می فهمه آیت الله بی بی سی چه بلایی به سرشون آورده، داشت از عصبانیت منفجر می شد، داد کشید،
پیغمبر همین الان برم تخت تالونش به هم بریزم، نشونش بدم با کی طرفه. مردی که یه بیناموس، شاه پرست، سازمان امنیتی و در یه جای دیگه بیشتر میگه چند شب پیش که عبدالحسین داشت صدای آقا رو از رادیو لندن ضبط میکرد، از بخت بد نوار گیر کرد، بلند شد با عجله اولین نواری رو که دم دستش پیدا کرد گذاشت توی ضبط. نوار سوسن بود که من چقدر دوست داشتم و قبل از شروع انقلاب اسلامی شبان روز گوش میدادم، سیر نمیشدم. عبدالحسین تا حالا هرچه نوار داشتیم، از سوسن گرفته تا روح پرور و داوود مقامی و جبلی و آقاسی، یکی یکی همه رو گرفته سخنرانی های آقا رو روش ضبط کرده. فکر کنم به زودی حتی یک نوار هم از خواننده های مورد علاقه من تو این خانه باقی نماند. خود عبدالحسین هم این خواننده ها رو خیلی دوست داشت قبلا. تا همین چند وقت پیش قبل از اینکه عوض بشود، هر وقت از کوچه رد میشد همیشه میدیدی که دارد بلند بلند جوم نارنجی آقاسی را میخواند یا شبهای میگون را، و با دوچرخه ویراج میدهد توی کوچه. بیش از همه مادر نگران تغییر ناگهانی رفتار عبدالحسین است. یه جا دیگه این مهندس درویشپور، یکی از این دانشجوهایی که می اومدن بچه ها رو می بردن به راه دکتر شریعتی و آیت الله مطهری و آیت الله خمینی و بقیه، میگه که عبدالحسین حق دارد وقتی میگوید به قول مهندس پور درویش فقط بعدها معلوم میشه که رادیو لندن چه خدمتی به انقلاب اسلامی کرده و خودش هم نفهمیده. اصلا تاریخ ایران را همین یک رادیو عوض کرده. الان رادیو لندن مثل این است که انقلاب اسلامی خودش یک رادیو داشته باشد از خودش. به تخمین عبدالحسین در این چند ماهه، یعنی از دی ماه پارسال تا الان که حدود وسطای مهر است، شاه خائن بین 120 تا 150 هزار نفر را شهید کرده است. در همین شهر خودمان، آنقدر که ارتش و سازمان امنیت انقلابیون مسلمان را به شهادت رساندند، دیگر قبرستان بالای رودخانه جا ندارد و معلوم نیست کار به کجا می کشد برای دفن این همه شهید. می بینی سازمان امنیتی ها همیشه ایستادند دم مسجد ها، از هر کس که می رود نماز اول وقت بخواند از اون دور عکس می گیرند. فرداش هم میبینی طرف دستگیر شده، دیگر نه از زندش خبری هست نه از مردش. هر چند شب یک بار از طرف قبرستان صدای تیراندازی می آید. بارها و بارها سرهنگ سازمان امنیتی را دیدن که از تاریکی قبرستان زده بیرون در حالی که داشته هفتیرش را غلاف می کرده. به نظر من تعداد شهدای مسلمان از 150 هزار تا خیلی بیشتر است، اما مسئولان بالای انقلاب صدایش رو در نمی آورند که مردم نترسند. و یه جا دیگه همین پرسوناج میگه که رادیو لندن همونطور که هنوز داشت سخنرانی آقا رو پخش میکرد، من در افکار خودم بودم و آقا با اون لحن روحانی خودمانی خود ادامه داد: وقتی تمام مجله نویسا رفتند ایران و تماشا کردند این مسئله را که در ایران واقع شد، مرد و زن و بزرگ و کوچک حرفشون اینه که ما این شاه را نمی خواهیم. من عاشق حرف زدن آقا بودم، عاشق لهجه خودمانی او بودم، مثل یکی از خود ماها حرف می زد. به ما فخر نمی فروخت که من دیپلم دارم، من دکتر هستم، من دبیر هستم،
من تیمسار هستم، من اله هستم، من بلا بله هستم، من کتاب خوندم، من اینم، من اونم، طوری که من و امثال من بفهمن. میگفت مجله نویسا، یعنی کسی که در مجله می نویسند، تا اینکه کلمه های قلم سلمبه ای برای من به کار ببرد مثل خبرنگار. آقا هم یکی از خود ما بود، هرچند در علم و دیانت و نزدیکی به خدا هیچ کس به گرد او نمی رسید. در داستان دیگری به نام فانتزی عشق و ماه و گل سرخ، داستان یک دانشجو روشنفکر دور از توده هاست که در همون شبی که خمینی رو مردم در ماه می دیدن، اون هم میره به پشت بوم و تصویر خمینی رو اون هم به نوبه خودش در ماه می بینه و شرح میده که چهره خمینی رو در اون شب میبینه. کمال به پیروی از بیشمار همسایه های خود خیره شد به قرص ماه، گشت دنبال تصویری که اونها را آنچنان شیفته و شاد و هیجان زده ساخته بود. بیش از هر چیز از نوک عقابی پرنده افسانه‌ای روی ماه وحشت کرد، مثل اینکه در ماه یک پرنده افسانه‌ای دیده، یا مثل گارگویل هایی که اینجا میگن گارگویل و دیمن، که بر بالای کلیساهای مثلا نوتردام هست، چهرهای شیطانی دارن، مثل اونطوری دیده. بیش از هر چیز از نوک عقابی پرنده افسانه‌ای روی ماه وحشت کرد که داشت خودش را آماده می کرد که با سرعتی اساطیری بیاید بیفتد روی سینه لخت لاشه سگ لاغری که بیکس و بیدفاع به گونه تأثیرانگیز افتاده بود بین مزارع سیفی روستای آنسوی رودخانه، که شکم او را با چند ضربه محکم بشکافد و با هر ضربه تن سگ به رعشه بیفتد و پاهای او بی اختیار پرت شوند و دوباره برگردند به نزدیک به تن او. جگر سگ را تا نیمه بیرون بکشد، شروع میکرد به دیوانوار نک زدن. پرهای کاکل و بناگوش او خونین میشد و با هر ضربه تسخیر میشد با لذت عمیقی که از مغز ناچیز دانه گندمی او آغاز میشد و به سرعت برق تمام اعضای او را به تسخیر در می آورد. گوش های نکتیز افرید از دو طرف شقیقه او بالا زده و عمامه شلخته و شاخک ها و آبله ها و تاول های گوشتی پیشانی او را هرچه بارستر و انزجار انگیزتر نشان می داد. رگ های سرخ و زرشکی پوست سر و شیارهای جزامی و استخوان شکسته ترک خورده کله او کمال را به تهوع انداخت. کمال همون دانشوی روشنفکر جدا از توده هاست. دلا شد، سرش را پایین گرفت، جلوی استفراغ خود را بگیرد. در گودی عمیق‌تر از معمول چشمای جانور اساطیری دو چیز درخشان به رنگ یاقوت و آتش نشسته بود و صورت او را دو چندان هراس‌انگیز نشان می‌داد. دهان گشاد سید بیش از حد باز بود و دندانهای او را از نیش تا آسیاب بیرون می‌انداخت. به ورودی هراس‌انگیز غار تاریکی می‌ماند با استلاکتیت‌ها و استلاگمیت های سیاه نکتیزی که از فکین او بیرون زده باشد. چین های عضلات دور دهان او ترکیبی بود از پوست تمساح و زیر گردن بوقلمون. کمال نفهمید اگر به خوشباوری همسایگان او میخندد. دهان غارگونه سید به طرز اغراق آمیزی باز شد، شکلک های بیمزه در آورد.
با چشمهای یاقوتی آتشین خود همسایه ها را نشان داد و عین بیماران روانی قهقهه سر داد. ایه 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 ایه. کمال نفهمید اگر ما به خوشباوری همسایگان او میخندد یا دانسته های خام کتابی تئوریک و اوهام شاعران کودکانه او را به تسخیر گرفته است. عمامه سیاه او همزمان به تکان تکان افتاد و کمال از ته دل آرزو کرد اشتباه دیده باشد. چندین بار تلاش کرد به خودش بقبولاند که کارناوال مقابل چشمان او یک شوخی بیدوام و یک شیطنت معمولی بیش نیست. اما نه، مردم شهر همه از دم شاهد بودند، همه از پیر تا جوان، از مرد تا زن، از مردان میانسال تا پسر بچه های تازه بالغ دگرگونی ماه را با دو چشم خود دیده بودند. همه صورت هراس‌انگیز توی ماه را با دو چشم خود دیده و پای آن جشن گرفته، عین بچه ها شعف کرده و با شادی و زود باوری کودکانی به هم نشان داده و ابراز شگفتی کرده بودند. یک اگر داستان ببخشید، اگر لطف بفرمایین، نمیدونم تو چقدر دیگه صحبت میفرمایین یا میتونین جمع‌بندی بفرمایین که با سوال جوابای دوستان هم بعد بتونیم باز از شما استفاده کنیم. 100%. بله، من در همینجا تموم میکنم چون که اگر بخواین یک جمع‌بندی بفرمایین. جمع‌بندی اینه که نباید فراموش کرد و جمع‌بندی من اینه که یک تاییدیه‌ای بگیرم برای اینکه همیشه نباید فراموش کرد این رفته ها رو، از یک داستانی از مولانا در آخر داستان کنیزک، یک داستان جنجالی و خیلی تفسیر برداره، میگه دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشت فر او. و یک نفر که به ناحق داره کشته میشه و داره جون میده، میگه که ای من و ناهو که بهر ناف من ریخت آن صیاد خون پاک من، ای من آن روباه صحرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین، ای من آن پیلی که زخم پیل بان ریخت خونم از برای استخوان، آن که کشتستم پی مادون من می نداند کو نخسبت خون من، بر من است امروز و فردا بر وی است، خون من چون من یک کسی کی زایه است، گرچه دیوار افکند سایه دراز باز گردد سوی او آن سایه باز، این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا، این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک، زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. و مولانا با بیانی که ازش یک تأثر و غم و فقدان خاصی میباره، میگه که این در حقیقت بارو میذاره به گردن ما، میگه چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی دیگر ز بلبل سرگذشت، چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از چه جوییم از گلاب، ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی
مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گر گشت نقد. و من جمع‌بندی می کنم که چون که گل رفت و گلستان درگذشته و دیگر از اون بلبل ها دیگه سرگذشتی نمی بینیم، چون که گل رفت و گلستان اون بهترین ها خراب شد، بوی گل را از چی بگیریم؟ از یادآوری اونها، از فیلم هاشون، از شعر هاشون، از نوشته هاشون و از این چیزها، و از یا و یادآوری بکنیم که چه بهترین هایی رو از دست دادیم در اون انقلاب. تشکر میکنم از حوصله شما، تشکر میکنم از اینکه یک ضرب گوش دادین به من و تموم میکنم صحبت رو. بسیار سپاسگزارم آقای تقی نژاد با شعرها و نوشته های بسیار زیباتون که معلوم از قلبتون برآمده و یادداشت های بسیار غم‌انگیزیه و این منو یاد دوست عزیزی انداخت که در همون زمان انقلاب تازه ازدواج کرده بود و بعد از 6 ماه توی خیابون دستگیرش کردن. البته هیچ فعالیت آنچنانی نداشت، مثل همه در اوایل انقلاب شور انقلاب و همه این چیزا داشتن به امید بهتر شدن و فقط در کار نشریات و این چیزا بود و همینطور امیدهای واهی خانوادهش رو امیدوار نگه داشته بودن که آزاد میشه، آزاد میشه، آزاد میشه، تا اینکه بعد از 2 سال درست روز تاریخ ازدواجش به خانومش زنگ زدن و خبر مرگش رو دادن که به دست یکی از همین جلادان فلهی اعدام شده بود و بسیار تأثیر برانگیزه و به قول معروف، به قول شاملو، همطور که شما در بیوگرافیتون گفتین، زندگیش از یک پهلو به پهلوی دیگری افتاد و دیگه هرگز ازدواج نکرد. به هر حال میدونم هر کدوم از اعضایی که در این جلسه هستن خاطرات غم‌انگیزی دارند و نظرات مختلفی دارند. خواهش میکنم که هر کی سوالی داره یا یک نظری بخواد ابراز بکنه دستتون رو بلند کنین و به یک صحبت کنین و من مدت رو برای 3 دقیقه میذارم و اگر که بیشتر بشه مجبورم که قطع بکنم. فعلا ما فقط یه نفر رو داریم، آقای مشتبه مشعشعی. خواهش میکنم بفرمایید. با درود به آقای تقی نژاد، فکر میکنم که ما رو، حداقل من رو، بردید به اون سالهای مخوف 67، ولی نوع گفتارتون اونقدر زیبا بود منو یاد مارکز، گارسیا مارکز میندازه و رمان 100 سال تنهایی. میدیدم که شما وقتی راجع به دوستتون صحبت میکردید، در واقع یه شمهایی از، حداقل تصور من اینه که جوری که مارکز راجع به رمان 100 سال تنهایی صحبت، ما انسانهای بیروح، انسانهایی که فکر نمی کنن، انسانهایی که فراموش می کنن. و به نظر من بسیار عالی و واقعا تشکر ازتون می کنم و بهتون تبریک میگم که این به قول معروف حداقل این پرچم فراموش نشدن رو حداقل با رماناتون، با شعراتون، من خودم نه شعر متوجه میشم نه، ولی رمان رو زیاد میخونم،
وقتی مارکز رو میخونم قشنگ متوجه میشم که با اینکه فرهنگ مارکز و فرهنگ اسپانیولی مارکز رو ندارم، ولی میتونم راحت باش آیدنتیفای بکنم. همینجور که شما الان با اون دوستتون که در علمکو، چون من کوه هم میرم و اینا، جالب. و اینا امیدوار بودم یه موقع برم، به هر حال وقتی بشه برم علمکو و اینا، و اون با طبیعت صحبت کردن، چون با تنهایی داریم صحبت میکنیم، با تنهایی خودتون داریم صحبت میکنیم. من واقعا لذت بردم. فقط خواستم بگم که صحبت بسیار ارزنده ای کردید. سوالی هم ندارم، سوالی یعنی خود بحث شما واقعا گوینده، یعنی کامل توضیح داد که چه اتفاقی نه در سال 1967 افتاده، حتی امروز در ساریناها آدمای دیگه، همین زن زندگی تو انقلاب زن زندگی اتفاق افتاده، و کاملا داره با فراموش کردن اینا دوباره این اتفاقات خواهد افتاد. و من ازتون واقعا تشکر، مرسی. سپاسگزارم. خیلی نباید تظاهر بکنم، ولی فیدبک و بازخورد برای نویسنده و نقاش یا هر کسی دیگه خیلی خیلی مهمه. یک شاعری بود، شاعر نیویورکی، چند سال پیش یه دفتر شعر بیرون داد و ازش انتقاد شد، یعنی اونطوری که باید استقبال نشد ازش، و دیگه به اصطلاح به قول آمریکایی نتونست کامبک بکنه. به همین دلیل رفت خودشو، نمیدونم توی کدوم یکی از این شاهراها، انداخت جلوی کامیون و خودشو کشت. یا وقتی که همینگوی وقتی که دید دیگه کسی نه داستانهاشو میکنه نه و فیلم ازش میسازه، نه کسی بهش محل میذاره، FBI هم از اون پشت سر هی اذیتش میکنه، لوله تفنگ گذاشت توی دهن خودش و خودشو کشت. یعنی میخوام بگم که تعارف نمیکنم این بازخورده ها و فیدبک ها به آدم دلگرمی میده که به کارش ادامه بده، اونطوری نشه که مثل گفتم مثل سیزیف که زئوس اونطوری محکومش کرده بود که یه کار بیهوده بکنه، خودش رو سیزیف نمیبینه، کارش رو یه نتیجه میبینه در کار خودش. سپاسگزاری میکنم واقعا صمیمانه. خیلی متشکرم. من چون سوال کننده کم بود دست خودم رو بلند کردم، اگر منوچهر جان اجازه بدن من سوالم رو مطرح کنم، چون میدونم بعد دوباره حتما افراد پیدا میشن که سوال خواهند کرد. من میخواستم از شما این سوال رو بکنم که البته زمینه تحصیلات شما بیشتر فکر میکنم نمیدونم تا چه حد بخوره به این سوال من، ولی از نظر اینکه شما خیلی روی این مسئله عمیقا فکر کردین، میخواستم ببینم که مثلا همون مسئله BBC رو که مطرح کردین، یا دیدن عکس خمینی در ماه رو، و هنوز که بعد از 45 سال گذشته ما آدمایی رو میبینیم که این مسئله شعر شاملو واقعا خیلی جالب بود که از این پهلو به اون پهلو میتونه جهت منفی هم داشته باشه، کما اینکه ما مثلا در زمان دانشجویی افراد خیلی زیادی بودن که خیلی مدرن و حتی مینی ژوب میپوشیدن و همه این تیپی بودن، بعد یک مرتبه شدن چادری سر تا پا، و هنوز که هنوز بعد از 45 سال آدمایی رو میبینیم که کاملا
نمیدونم برای مقاصدشون، برای هر چیزی، یعنی اصلا عقل و منطق رو کنار میذارن و یک چیزهایی رو بزرگ میکنن و غلو میکنن که با هیچ چیزی قابل بررسی و به قول معروف توجیه نیست. شما در این مورد چی فکر میکنین که چرا اینطوری مردم یک مرتبه از اون همه تمدن و گذشته و این چیزهای خودمون برگشتیم یه مرتبه به این طرف؟ البته میدونم که جنبه مذهب خیلی تأثیر بسزایی داره و خواستم نظر شما رو بدونم. خیلی متشکرم. چندان من خودم رو با هم نظر خودتون رو اگرم که تحقیق نکردین همینطوری. در حدی که میتونم بگم اینه که اسلام چیز نیست، اسلام یک دین شوخی نیست، خیلی یک خصلتایی داره که کمتر رسوخ پذیره از نظر تحول، از نظر اینکه آدم رو میگیره حسابی. این یعنی در واقع مردم از اون شکل آریتی زندگی در زمان شاه، از اون آزادی هایی که ناصر مکارم شیرازی میگفت، در مجله مکتب اسلام می نوشت تهران شده پنجره پاریس، یعنی از این چیز بود، از این ناراحت بود. و یعنی من می بینم که یکی قدرت اسلام، این ریشه دار بودن اسلامه که همه رو مثل فنر دوباره می کشونه به طرف مرکز خودش. سنت ها هستن که شکل مذهبی پیدا میکنن، و اون هیستری جمعی خب کم تاثیر نیست. همین چیز و همین خصوصیت رو، یعنی یه چیز به قول نیچه It's human, all too human، این خصلت انسانیه که ما در کشور آلمان به اون عظمت فلسفی و فرهنگیش دیدیم که مردم چیکار کردن. ما دیدیم که توی خیابانهای روم چطوری مردمی که از اون فرهنگ رومی در اومدن چطوری میرفتن دنبال دوچه. و اینم فکر میکنه همونه، ولی از نظر دقیق تر حقیقتا فکر میکنم در حیطه تخصص دیگران هست. خیلی ممنون، متشکر. من چجام بفرمایین. با سپاس فروان از لقمان عزیز، واقعا استفاده بردیم و یکی از پربارترین جلساتی است که در کانون به خاطر میارم و مطمئنم دوستان دیگه هم همچین نظری دارن. در حال لینک سایت زاگروس، انتشارات زاگروس که کارهای خودتون رو یا کارهای انتشاراتی زاگروس اونجا ارائه میدید توی چت کانون گذاشتیم الان. بسیار خوب. در زم لینک دو تا از کتابهایتون که از همون حساب مشتق لینک انتشارات زاگرسه، یکی لینکی هست به کتاب عروسی زیر باران هست و دومی لینک تمام رنگ‌های جهان. این دوتا هم اونجا هست، به علاوه لینک دیگه که به مجموعه نوشته‌هاتون توی نشریه اینترنتی اخبار روز هست. مجموعه این لینک‌ها توی چت کانون هست که دوستان بخش فناوری کانون مطمئنم که حداقل از بخشهایی از اون توی سایت پیوندهای کانون استفاده میکنن تا هموطنان دیگه هم بتونن از
آثار پرارزش شما استفاده بکنن. در ارتباط با هر دو کتاب شما نکاتی رو میخوام بگم، سوالی بکنم. در مورد کتاب تمام رنگهای جهان اشاره‌ای کردید به فانتزی عشق و ماه و گل سرخ که خاطرات فردی به اسم کمال را بهش اشاره کردید که از ماه گرفتگی صحبت می کرد و دانشجوی سال سوم پزشکی بود ایشون، در اون داستان اومده. بعد داستان دیگه توی همون کتاب تمام رنگهای جان هست که در اونجا نه، اسم خود داستان هم تمام رنگهای جهانه، در کتاب تمام رنگهای جهان که ارتباط به نظر پیدا میکنه به همون کمالی که توی داستان دیگه بود و اینا. در این داستان کمال هم کلاس راویه، در کلاس سوم، کلاس آقای شمعونی. بله. و وقتی که آقای شمعونی از بچه های کلاس میپرسه که آرزوی شما چیه، کمال دستشو بلند میکنه و میگه که من میخواهم رنگ رز بشم و دیوارهای تمام خانه های دنیا را رنگ بزنم. در ادامه اون، بعد از اینکه داستان کامل زندگی کمال رو نقش به صحنه میارید و اینا، در واپس این حیات، در یکی از در سال 59 کمال زمانی که دانشجوی پزشکی بوده، در خیابانی در محلی زیر یک تابلو اعلامیه تابلویی بوده که این شعار بوده روش: پیکار در راه رنگ آمیزی جهان با شفافترین رنگ ها. یعنی کمالی که در کلاس سوم اون شعار خیلی مبتدی رو داشت، کماکان همون مفهوم رو در سالهای فعالیت سیاسیش در زمانی که در دانشکده پزشکی بود رو هم کماکان مطرح میکرد. در صورت امکان یه مقدار راجبه این داستان صحبت کنم، راجبه این فرد کمال. وقتی که اون داستان رو میخونم و مثل بسیاری نوشته های دیگه تون، برام این برداشت به این برداشت داده میشه که در واقع راوی خود شما هستید. یعنی به اون دقت و ظرافت از کل ماجرا و اون فرد و اینکه در کنارش بودید زمانی که شکنجه میشده و محکوم به مرگ بوده و اینا خیلی چیزن. اولین سوال اونه که چقدر این افراد واقعا افرادی بودن که به شما نزدیک بودن و اتفاقا اسمم میارید که این افراد فرضاً کی بودن تو بعضی از داستانهایتون. اشاره دیگه میخوام بکنم به من کتاب لطفاً تموم میکنم خلاصه بله بفرمایید. چش. کتاب عروسی زیر باران در ارتباط با خانه اجدادی و اینکه از ارثیه اون خانه و از ارثیه پدری و اینا یک رادیو دو موج کوچک به راوی رسیده بوده، فکر کنم اونم جالب باشه اگه فرصت باشه کمی در موردشون صحبت کنید. تشکر. بله، در مورد باید بگم تمام این داستان هایی که نوشتم، اولا اینکه یه مقداری ام
نماد توش وارد میکنم، بعد یه مقداری به قول مولانا همچه فکر عاشقان بی پا و سر، یعنی اینو به اون وصل میدم. و بعد ولی برم سر اصل موضوع، اون رادیوی دو موج، بله اون چیزه، اون اتوبیوگرافیاییه. ولی اینکه حراج خانه اجدادی هم میتونه حراج خانه اجدادی باشه، در بیشتر منظورم حراج خانه اجدادی بود در زمان شاه، که اونطوری بی حساب حراج میشد برای خریدهای میلیاردی اسلحه. یه نگاهی به اون داشتم. و اون کمال هم که در داستانه من اون رفیقمون اشاره کرد، یه مقدار خیلی زیادی سورالیزم و رئالیسم با هم دیگه قاطی میشه و خیلی وقتا هم خواننده رو به چیز میندازه، به گم میکنه، و هم ممکنه شیرازای داستان از دست بره. ولی همونطور که چیز گفت، اون نویسنده دکتر هاید، لوی استیونسن، که اشاره میکنه به اینکه همه چی باید در داستان نمادین باشه، من در داستان ها از یه سری نمادها استفاده میکنم. و اینکه رفتن از یعنی هی پرواز کردن از رئالیسم به سورئالیسم و به این به این چیز، از اون به اون، که به این دلیل در اون داستان ها که خیلی حقیقت نما هم هستن، یک عناصری از عناصر شاید بعضی وقتا خیلی غلیظ از تخیل هم توش هست. و بله، اون کمال که اونطوری من داستانشو شرح دادم، یکی از در واقع همشهریان پیکاری من بود، پیکاری بود. و اونجا نگفتم، در وقتی که زیر دیدم در سال 1359 جلوی دانشگاه زیر اون شعار و بنر پیکار در راه رنگ‌آمیزی تمام جهان با رنگ‌های زیبا، دیگه نگفتم که پیکار در راه رهایی طبقه کارگر. اینو اون پیکار در راه رهایی طبقه کارگر رو من اینو انداختمش توی رنگ‌های جهان، رنگ‌های زیبا، رنگ‌های به این شکل. و بله، یک رابطه ای هست بین اون کمال شهرستانی که اون قیافه زشت و کریه رو در ماه میبینه و اون تأثیری که بهش دست میده، و همون آدمی که کلاس سوم دبستان در کلاس آقای شمعونی اونطوری به اون زیبایی صحبت میکنه، به اون زیبایی و صداقت، به اون زیبایی و صداقتی که با خودش میبره تا زمانی که میره دانشکده پزشکی، و بعد دانشکده پزشکی رو متاسفانه ول میکنه، میره بشه پرولتاریا، یعنی خودش رو میبره توی کارگران و اینا. بلایی که هم حقیقت هم واقعیت قاطی هم دیگه در یک شکل منسجم، تا هر چقدر که وضاحت من بوده. بسیار متشکرم آقای تدیون نژاد.
قبل از صحبت حمید جان خواستم از منوچهر تشکر کنم که راجب بخش پیوندهای یادآوری کردند و من خواستم اینجا رو هایلایت کنم که مسئول فناوری ما معمولا ما سخنرانایی که داریم اگر وبسایتی داشته باشن یا چیزهایی داشته باشن که بخوان اعضای دیگه یا هر کسی از اونها استفاده بکنن، ما این وبسایت ها رو در بخش پیوندها در وبسایت اعضا میگذاریم که هر کسی علاقمند باشه بتونن به اون دسترسی داشته باشن. بازم متشکرم منوچهر عزیز و همچنین از آقای تدین نژاد که این وبسایت ها رو از کارهای خودشون در اختیار ما گذاشتن. حمید عزیز، بله، سپاسگزاری میکنم. این ارزشش اینه که آدم مثلا هر توی خونه بره ببینه که یه کتابی هست به نام تمام رنگ های جهان و بعد بازش بکنه ببینه این یک سند تاریخیه، توش سند بله سوبجکتیو، دقیقاً، این یک یادآوریه، یک کتاب یادآوری اینجا هست. ما خوب یه نگاه بکنیم بله یه روایت دیگه چی از این انقلاب، از این رژیم، از این برحال. از این جهت خیلی از شما دقیقاً، خیلی خیلی متشکر از شما. حمید عزیز خواهش میکنم بفرمایید، خودتون خیلی آنمیوت، ممنون. خواهش میکنم. من فکر کنم آن میوت هم فکر کنم. صدای من داری؟ بله، بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون. اجازه بدین به دوستداران کانون سلام عرض کنم و یک سلام مخصوص به دوستانی که از آتلانتا اینجا هستن، سیاوش عزیز، شهلای عزیز، که بعد از مدت ها اسمشون اینجا میبینم. امیدوارم که خوب و سلامت و خوش باشن. بحث خیلی جالبیه. من واقعا فکر میکنم که مخصوصا در این روزها که ما جامعهمون رو در یک دوره پرتلاطم میبینیم و به نظر میاد که داریم برای یک فاز دیگه بین مقاومت و سرکوب مواجه میشیم، این مسئله یادآوری و فراموش نکردن یک مسئله خیلی مهمه، مخصوصا با صحبتی که در رابطه با آنا هارنت شد که بحث اساسیش سر این هستش که نذاریم شر نرمالیته بشه و نذاریم که پلیدگرایی یک مسئله معمولی بشه. البته خب راه های مشخصی در رابطهش وجود داره و یکی از راهاش همین مسئله یادآوری کردن و درس گرفتن از گذشته، و به درستی فرمودیم که نبوی وقتی که اومد، حالا چرا دارین راجب کشتار 67 صحبت میکنین، فراموش کنین، این پلیدگرایی اساسش بر فراموش کردنه، یعنی فراموش خانه درست کردن و مردم رو ساکت کردنه. و من فکر میکنم که این خیلی کار قشنگی است که نذاریم جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی در طی این سالها انجام داده فراموش بشه و بتونیم این مسائل رو پیش ببریم. یکی از نکات دیگه ای که برای من خیلی مهمه و حالا صحبت شد، سوال ناهی جانم خیلی به جا بود، که چطور میشه که از این پهلو به اون پهلو میافتیم و ما در ایران خب امکان داره که مسئله مذهب رو مطرح بکنیم، ولی شاید در دوره بعدی مذهب نقش اساسی که در قبل اجرا کرد این بار اجرا نکنه و این بار مسئله ناسیونالیزم همونطور که در آلمان مطرح شده بود، امروز باز مسئله ناسیونالیزم حالا تحت تمامیت ارضی زیر پا گذاشتن حقوق ملیت ها سر بر بیاره، چون اساساً ترجیح دادن یک قوم، یک نسل، یک ملت، یک مذهب به دیگری، این مسئله ترجیح دادن. و من فکر می‌کنم که در رابطه با مبارزه با فاشیسم دوای اصلیش پلورالیسمه، یعنی اینکه تنوع و تکثر رو به عنوان یک جنبه مثبت و پویا بپذیریم.
من سوالم از مهمان این هست که چه سلوشن ها راه حل های دیگه وجود داره که ما از این پهلو به اون پهلو نشیم، چه توجه اون رو چه مسائلی بذاریم که امروز فردایی مثل گذشتمون نداشته باشیم و یک فاجعه دیگه رخ نده. خیلی ممنون. از اون واقعا جوابش خیلی مشکله، ولی فکر میکنم تنها راهش اینه که راه حل فرهنگی داره این مسئله. الان در دوره‌ای که جمهوری اسلامی روی حداقل سه نسل کار کرده و مثل بتون آرمه در تمام ارکان ذهنی جامعه، فرهنگی جامعه رسوخ کرده و دیگه جزء در بسیاری جزء نهادینه شده و جزء بافت جامعه و سنت ها و فکرشون در اومده، متاسفانه تنها راهش اینه که فرهنگی باشه، مبارزه فرهنگی در کنار مبارزات به قول معروف میدانی. اینطوری نیست که ما مبارزه فرهنگی بکنیم و به جمهوری اسلامی بگیم که شما تو رو خدا بذارین ما فرهنگی زندگی کنیم، شما بریم. نه، هم باید یه شرایط تاریخی درست بشه که یک تغییر سیاسی در ایران اتفاق بیفته و همزمان با اون یک مبارزه بی امان فرهنگی و در سایه آزادی که میشه به قول آمریکایی مرغ و تخم مرغ، که کدومش فرهنگی اول میاد، یا درست کردن فرهنگ، یا درست کردن فرهنگ میاد تا جامعه فرهنگی بشه. ولی همون آزادی و اسلام رو به نظر من نباید دست کم گرفت. اسلام خیلی دین قوی و خطرناکیه. شما نگاه کنین که مثلا اسلام در هندوستان هیچ وقت نه حل شد نه حل میشه، یا مثلا نگاه کنین به رسوخ فرهنگ اسلامی در اروپا یا حتی آمریکا. این میاد مثل همینطور میاد و خودشو در بدترین شرایط همیشه حفظ میکنه، اون شخصیتش رو حفظ میکنه. اینه که فکر میکنم تنها راهش اینه که جلوگیری بشه از هیستری هایی که الان میبینین. هیستری تازگی ما مواجه شدیم با فاشیسم نوین شاهنشاهی، میبینیشون دیگه تو این تظاهرات اینا. یه فاشیسم اینطوری داره میاد، یه فاشیسم ناسیونالیستی داره میاد، مثل اینکه ملیت ها هیچی نیستند، زبان ها هیچی نیستند. پرژن شوونیزم داره میاد توسط بعضی ها که حتی خودشون دنبال شجره نامشون برین اصلا ممکنه ندونن کجایی هستن. به هر حال بله، درست میفهمید. این بارش به گردن ماست که هرچه بیشتر فعالیت بکنیم و به قول آمریکایی‌ها پوش بک بکنیم، هولشون بدیم عقب. اگه شما میگین پرژن شوونیزم، اگه شما میگین کرد و ترک و بلوچ و اینا هیچی نیستن، نمیدونم یهودی و بهایی و فلان و فلان، نه هیچی، اهورامزدا، ما حلشون بدیم عقب، بگیم که نه، مثل زمان انقلاب نشه که بهترین فهمیده ترین کسانی که حافظ رو اونقدر خونده بودن، کسانی که کسروی رو اونقدر خونده بودن، متاسفانه چیز نکردن، سر و صدا نکردن. حتی یک کسی مثل محمود بهازین، اون روشنفکر برجسته، اون مبارز، اون مترجم زبردست، وقتی که یه بار گفت که
صدای نعلین فاشیسم میاد، چنان کیانوری زد تو دهنش و بهش گفت که دیگه از این حرفا نزنی، یا بسیاری از این، یا همین یک کسی مثل فرخ نگهدار به جایی که هل بده به عقب برمیداشت زیر کار مینوشت پاسداران باید به سلاح سنگین مجهز شوند. از توده ها بیاموزیم، از توده ها بیاموزیم، یعنی اگه معکوسش رو میخوندی یا از بالا به پایین میخوندی یا از اگه از چپ به راست میخوندی، این از توده ها بیاموزیم یعنی اینکه خودمون رو با تمام نیرو بدیم دست یک آدم شیادی مثل خمینی، ازش پشتیبانی بکنیم. ما نباید بذاریم که اون صفوف اپوزیسیون، صفوف مبارزین، مبارزینی که در حرف و عمل و فرهنگ نیستن جلوی فاشیزم تازه پا، به قول شما همین ناسیونالیزم یا هر چیز دیگه، اسلام یا هر چی، این به نظر من رایش فقط، یعنی نظر من نیست، نظر همه است، اینه که اتحاد و ایستادن در مقابل این نظام به قول شاملو غلطیدن از یک پهلو به پهلوی ابتذالی دیگر، عین بچه های برجسته دهه 60 اونطوری همه از بین رفتن، یا همین پریروز، همین یک سال پیش، دو سال پیش تو خیابون از بین میرن به دست این رژیم. خیلی متشکر. نکته خیلی مهمی رو مطرح کردین که واقعا فرهنگ، آزادی نقش بسیار مهمی داره که مردم افکارشون رو رشد بدن و امیدوارانه با یک قانون محکمی که به وجود بیاد کسی نتونه عقاید خودش رو بر کس دیگری به صورت تحکم پیاده بکنه. اینی که هر کسی میتونه هر عقیده ای داشته باشه ولی نباید اون رو تحمیل بکنه و تحمیلش باعث سود و زیان برای کسی نباشه. بنابراین یه عده از این پهلو به اون پهلو برن برای گرفتن منافع. بحث بسیار عالی و جالبیه. آقای امیری، خواهش میکنم خودتون رو آنمیوت کنین، بفرمایید. بله، با سلام خدمت شما و جناب لقمان نژاد عزیز. عزیز جناب لقمان نژاد، شما ایماج تخیل رو، یعنی ایماج تخیل رو در گفته ها و صحبت هاتون خیلی قوی بود و خیلی جالب از نظر من، یعنی چون شما شاعر هستید و نویسنده، متاسفانه من کتابای شما رو نخوندم با عرض معذرت، ولی این رو شنیدم و احساس میکنم که اینجوری هست. آیا عامل این ایماج رو که شما بهش اینجوری اعتقاد دارید در انسانهایی که شما بنا اعتقاد دارید، انسانهایی که از خود گذشته و عاشق بودن رو به اصطلاح در مد نظر دارید و یا آمال و به اصطلاح و ایده هایی که داشتن، یعنی ما با توجه مثلا عشق، راهنمایی و امیج های مبارزاتی رو بعد در هر دوره‌ای که نگاه می‌کنیم ارزش‌های خودش رو داره و نصیحت شما به دوستان حاضر در کانون که فراموش نکنید. من نه لزوماً سوال، بلکه به عنوان کسی که دلم می‌خواد به شما گوش بدم، آیا به کدام وجه از این صحبت هایی که واقعا من میدونم از قلب شما میاد، چون صمیمانه این صحبت ها رو فرمودید، از این انسان های عاشق و از خود گذشته
درس آموزی کنی یا ایده هایی که در یک دوره خب ارزش های خودشون را داشتن و تغییر کردن، در چه جهتی شما مثلا من نوعی رو راهنمایی به مثلا به اون ارزش های گذشته می کنید؟ ممنون از شما، خیلی ممنون، شبتون خوش. تشکر میکنم. اگه درست فهمیده باشم، منظورتون این بود که من نظرم در مورد چطوری مبارزین رو میبینم، چطوری ایماجشون رو میبینم در هر زمان، یا اینکه چی میبینم در اونها که به این نوشته ها منجر میشه. درست فهمیدم؟ بله بله دقیقا، یعنی اون به اصطلاح گفته هایی که داشتید و صحبت هایی که فرمودید رو اون انسان هایی از جمله مثلا حمید اشرف که من هم اعتقاد خیلی زیادی دارم به مبارزاتیشون، و هم همینطور به ارزش هایی که شما در ارتباط با مبارزین دوران زمان مثلا سازمان پیکار و در اون زمان مبارزینی که در اون دوره بودن، حالا اعتقادات مثلا به چپ داشتن یا به هر چیز دیگه، و همه ما شاد به اون مثلا اعتقادات خیلی نزدیک بودیم، بله. و اون انسان ها انسان های خیلی پاک باخته و شریفی بودند، ولی ارزش های جامعه در حال تغییرن. یعنی ما همه ما مثلا در شاید در این کانون من تا حداقل با توجه به صحبت هایی که شنیدیم هر دو از این رژیم بیزاریم، مایلیم که انسان های شریف دوباره درست بشن توی اون جامعه که هستن واقعا، ولی ارزش ها تغییر کرده. بله بله بله، درسته. این نکته ای که میفرمایید درسته. اگه دقت کردین مثلا در مورد یه شعر هم درباره حمید اشرف، یکیش درباره یک پیکاری، یکی در مورد یک توده، یکی رنجبری یا یک مجاهد، اگه دقت کردین در اون شعری من اینجا هستم برای حمید اشرف، میگم که دارم آماده میشوم منو بندازید در رودخانه هراکلیت. هراکلیت همون فیلسوف یونانی که صحبت معروفش اینه که در یک رودخانه دوبار نمیشود شنا کرد، یعنی این رودخانه از ازل به ابد جاری هست و دائما این رودخانه مثل قطرات آب خودش بی سر و بی پاست. به قول مولانا میگه این نه سر داره نه ته داره، نه بالا داره نه پایین داره، مثل قطره آب توی خودش هی میچرخه این تاریخ. و من همونقدر که برای حمید اشرف و یک رفیق توده‌ای یا پیکاری یا رنجبری شعرم میومد که اونها رو در یک بستر، هم در بستر سیاسی میدیدم، ولی در مورد تمام اینها اینو تمام کنم، هم برای اونها شعر میگم میگفتم در باهاشون هستم، هم برای قربانیان اعتراضات دیماه 96 یا انقلاب مهسا. و اینها بله، همین اینا رو باید در طول تاریخ نگاه کرد و بعد از یه مدتی بعضی از گوشه های خشن پاک صاف میشه، و درست وقتی که موضوعات گروه های سیاسی و نهل های مختلف سیاسی
یه زمانی ازشون میگذره تبدیل میشن به موضوع تاریخ، نه موضوع من معاصر. و در تمام موارد، هم چپ هایی که به قول یه نفر چراغ گردش به چپ رو می زدن ولی به راست می رفتن، هم پیکاری ها که اونقدر بی امان مخالف رژیم بودن، هم رنجبرش، هم مجادش و فلان اینا. من اولین سوالم این وقتی کسی از اینا بهشون اعتراض میکنه یا میگه که راهتون غلط بوده، راهتون اونطوری بوده فلان، من میگم که تمام اینها، این اشکالات بذار کنار، اول به من بگو چرا یک کمیته چی از خیابان جمشید، از کوچه جمشید، خیابان قلمستان این قدرت رو باید داشته باشه که دانشجوی دانشکده پزشکی رو بگیره بندازه پشت زامیات برسونه به دست یک جنایتکاری مثل لاجوردی؟ اول اشکالاتتو بذار کنار، اول اینو به من جواب بده که چرا حزب اللهی باید بریزه جلوی دانشگاه تهران با دعای خیر خمینی و بقیه سوپر اسلامیست ها بیان و آزادی های ما رو بگیرن. چرا آزادی نباشه؟ چرا اون، یعنی من قربانی رو میذارم کنار، فقط حمله میکنم به عامل اصلی که همون زشتی تقریبا مطلق رژیم جمهوری اسلامی، از همون تظاهرات قیطریه من جمهوری اسلامی رو میبرم زیر سوال، نه اون کسی که توی تظاهرات شرکت میکرد، این تمایل سیاسی رو داشت، اون تمایل سیاسی رو. و برای من همشون قابل پرداختن هستن و قابل ایماش، از همین بچه‌هایی که همین یکی دو سال پیش کشته شدن، 4 سال پیش کشته شدن، همینطوری مرتب دارن اعدام میشن و کشته میشن. خیلی ممنون، سپاسگزارم. فرشید جان خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکرم آقای تدین نژاد، بحث شما بسیار جالب بود در این حال که ما رو به یاد کشتار 67 انداخت. همونطوری که خودتون گفتین فراموش نباید کرد و انقدر این کشتارها وسیع شده که گاهی آدم فراموش میکنه که در سالهای 60 و 67 چه کشتارهایی برگزار شد. و ما حداقل تو واشنگتن همیشه سعی کردیم که این برنامه های کشتار رو زنده نگه داریم و یاد این عزیزان رو زنده نگه داریم. مثلا در سال 98 یه کنفرانس بزرگی بود برای 31 سال همین کشتار 67 که برنامه مفصلی اجرا شد. من فقط پیام کوچیکی رو که عسل محمدی بعد از ابلاغ حکم ظالمانش در زندان اوین بهش دادن، شعری رو گفته بود که ما تو این برنامه اجرا کردیم که با هم سر صحبتی را باز می کنیم، می رویم که دیواری بسازیم، ما را نمی گذارند که تمامش کنیم و آوازمان نیز قطع شده. همه چیز را افق به انجام می رساند، بر فراز چادرها امواج ستارگان می گذرند، گاه خسته گاه تلخ کام، با این همه مطمئن به راهشان، به راهمان. رفقا ما همه چیز را قسمت کردیم، نان را، آب را، سیگار را، غم را و امید را. حالا می توانیم زندگی کنیم یا که بمیریم، ساده و زیبا، بسیار زیبا، انگار که سحرگاهان دری را باز کنیم و به آفتاب و به دنیا صبح بخیر بگوییم. این به حال یه نمونه بود تو سال 98 این برنامه که برگزار شد. تو
توی برنامه اجرا شد. تو سال فقط میخوام یادآوری کنم برای این کشتار 67، تو سال 1399 که مجددا این برنامه توی واشنگتن برگزار شد، ما خوشبختانه تونستیم یه پیامی از خانم انجلا دیویس دریافت کنیم که یک فعال سیاسی آمریکاییه و استاد دانشگاه است و به هر حال زندانی بوده مدتها در این سیستم که برای ما فرستاده. نوشته: من به کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران درود میفرستم و با شما احساس همدردی میکنم. من شهامت و پشتکار شما را جهت تضمین به خاطر سپردن همه زندانیانی که در کشتار زندانیان سیاسی سی در ایران در سال 88 جان خود را از دست دادن می ستایم. این فعالیت های شما هرگز اجازه نخواهد داد که نام آنان به فراموشی سپرده شود. برگزاری یادمان ها به بازماندگان و افراد جامعه خاطر نشان می سازد که جان عزیزانی که در آرزوی یک جامعه آزاد بودند از ما گرفته شده است. آرزوهایی که همه ما در قلبمان می پرورانیم تا به ما جسارت ادامه زندگی جهت مقاومت در مقابل ستمگری و خشونت دولت ها دهد. برگزاری یادمان ها نیز ما را موظف می سازد که خود را در خدمت وظایفی قرار دهیم که بتواند از وقوع چنین تراژدی های سیاسی در آینده جلوگیری کند. بنابراین پیام من به خانواده ها و قربانیان این کشتار و آنهایی که مدافع آزادی هستند این است که ما با برگزاری یادمان ها اعلام کنیم که هرگز نباید به دولت جمهوری اسلامی یا به هر دولت دیگری دوباره اجازه داد که به تروریسم دولتی متوسل گردند. تروریسم دولتی که جان کسانی را که تعهد به ساختن جامعه‌ای با دموکراسی رادیکال، عدالت و آزادی داشتند از ما بگیرند. ما در اندوه شما خود را سهیم دانسته و خود را در کنار شما احساس می‌کنیم. همانطور که شما برای ایجاد آینده‌ای که قربانیان این کشتارها مبارزه کردند پافشاری می‌کنید، ما نیز امروز خواهان همان آینده بوده و برای آن مبارزه می‌کنیم. به حال نمونه هایی بود که یادآوری بشه نه فقط خود مردم ایران، حتی مبارزین داخل آمریکا به حال این پیام ها رو بدن که این به هر حال کشتارها فراموش نشه. توی صحبتاتون شما نه تنها به کشتارهای دوران جمهوری اسلامی اشاره کردین، بلکه با اسم بردن از حمید اشرف که 1325 به دنیا اومد و 1355 کشته شد، در واقع کشتارهای زمان شاه رو هم داریم بهش اشاره میکنید که مهمه که در واقع خودمون رو محدود نکنیم فقط به کشتارهای جمهوری اسلامی و سیستم گذشته رو هم ببینیم. به طور امروزه وقتی نگاه میکنیم در این دامگه حادثه، خاطرات پرویز ثابتی که این روزها منتشر شده که به هر حال یه عده‌ای ازش قهرمان ساختن از شکنجهگر ساواک، در اونجا در یکی از صحبتاش میگه که هر وقت عواملی از این سازمان، منظورشون سازمان چریکای فدایی خلقه، دستگیر یا در درگیری کشته میشدن، شاه میپرسید با حمید اشرف چه کرده اید؟ و بعد که خب حمید اشرف تو 8 تیر 55 به هر حال توی برخورد مسلحانه کشته میشه. به هر حال میخوام بگم که همونطوری که دوست دیگه‌مون آقای حمید اخوی گفت، در این حال که مبارزه میکنیم بر علیه جمهوری اسلامی، در این حال باید توجه کنیم که تفکراتی که نوعی فاشیزم رو در داخل جامعه میخواد جایگزین یه دموکراسی و یه آزادی بکنه، همراه اونها هم مبارزه کنیم. خیلی متشکرم ازت. بله تشکر. بله من خودم اطلاع داشتم که کانون فرنگی شما فعال هست در این گرفتن این یاد بود
و اون صحبت شما هم کاملا درسته که نباید کشتن را توسط هر کسی باید محکوم کرد. یعنی حقیقتا اینو من صمیمانه میگم، ما در دهه 50 حقیقتا خسته شده بودیم از، یعنی خسته و نومید و دلسرد از اینکه هر چند ماه کیهان رو باز میکردی، اطلاعات رو باز میکردی، خبر از یا تیرباران بود یا درگیری هایی که میتونست به دستگیری بیانجامه، ولی مخصوصا به تیر میبستنشون، به خمپاره میبستنشون در تهران و کنسولخون و فرح‌آباد و اینور و اونور. یعنی ما واقعا خسته شده بودیم از بس شاه و ساواک اونطوری، یعنی تمام تنها جوابشون کشتن بود. مثلا شخص من با دوستان رفته بودیم بختیاری تابست، بگین فروردین، در فروردین 1354 تا شهریور یکی از کسانی که 12 روز با هم دیگه راه رفته بودیم، فضا خورده بودیم، شوخی اختلاط کرده بودیم، تا شهریور اعدام شده بود. یا یکی از دوستان ما به شوخی میگفت بسکتبالیست، در زمان شاه بسکتبالیست، میگفت که قدش بلند بود، میگفت قد بلند به درد تنها چیزی که نمیخوره ببره. و ما تازه بعد از اینکه رژیم پهلوی سقوط کرد، در یکی از ادارات ساواک یا آدمی از ادارات مخفی بود، بایگانی بود، چی بود، ما عکس این رفیق خودمون رو دیدیم با اون با یک وضعیت بسیار، عکس مردش رو در یک وضعیت بسیار زننده، بسیار بد، تنها پسر خانواده. و در اواخر رژیم شاه یه جوری شده بود که به خاطر اینکه کسی رو به زندان نبرن، در ماشینایی که استتار شده بود به شکل آمبولانس، همین ساواکی هایی که زیر دست ثابتی قهرمان تازه یافته فاشیستا هست، به دستور همین در خود آمبولانس اینا رو قبل از رسوندن به زندان اوین در همون آمبولانس تموم میکردن با تزریق یا نمیدونم هر کار دیگه که بعداً معلوم شد. و اینه که بله، باید به همشون پرداخت، یعنی هیچ کسی رو باید یاد گرفت که هیچ کسی رو بعد از حتی 70 سال نذاشت که مثلا آشویتس یا داخاو از یاد کسی بره. حالا بگذاریم، و به نظر من این کاری که شما میکنین به قول مولانا که میگه نوح 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفزود، هیچ از گفتن انان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید، گفت از بنگ و علالای سگان، هیچ واگردد زراحی کاروان. اینا اگه این چیزها رو بگیریم مد نظر خودمون، بله همیشه با اینکه بعضیا میگه خسته شدن یا میگن که دیگه بسه، دیگه ما میخوام زندگیمونو بکنیم و اینا، ولی ما نباید از رو بریم و همیشه یاد اونها رو زنده نگه داریم. خیلی متشکر دوستان عزیز. چون ما نزدیک به ساعت 10 میشیم، من دیگه فقط این دو نفر سوال کننده آخر رو قبول میکنم و خواهش میکنم دیگه دست بلند نکنیم که بتونیم به موقع جلسه رو تموم کنیم. خانم شهلای عزیز و گرامی، خواهش میکنم
سوالتون رو مطرح بفرمایید. درود بر شما، خیلی خیلی سپاسگزارم از برنامه خوبی رو که تنظیم کردین. خیلی خیلی سپاس دارم از لقمان عزیز که واقعا بسیار لذت بردم از اشعارش و همچنین یاد گرفتم. من سوالی رو ندارم، ولی به دنبال صحبتی که لقمان جان گفتن که فراموش نباید بکنیم، من میخواستم تجربه خودم رو بگم اینجا. ما همونطور که لقمان جان هم گفتن، ما بنیاد اسماعیل خوی رو در از سال 2001 تأسیس شده و الان حدود 23 ساله که هست. هر سال ما برنامه کشتار 67 رو داشتیم و در این 23 سال، در ابتدا در چندین ساله اول، مثلا در 5 تا 10 ساله اول، همش ما میگه شما چرا آخه هر سال میایین این برنامه رو میذاریم؟ ما موقع میگفتیم که خب ما این برنامه رو میذاریم که هم آگاهی بدیم، هم نذاریم فراموش بشه این جانهای آزادی که ببین جان موهبتی هستش که مهمترین موهبت زندگیه. کسی که حاضر باشه جان خودشو بده، حالا هر عقیده‌ای که میخواد داشته باشه، در اون زمان اون عقیده به نظر او درست بوده و این جانها رفته، ما نباید فراموش کنیم و باید انقدر بگیم که از یاد نره. و بعد یه بار یکی از ما پرسید که میماده از ما پرسید، چون اکثریت کسانی که در کشتار 67 از بین رفتن مجاهد بودن، میمدن به من میگفتن شما مجاهدین؟ بعد میگفتم مگه حتما باید مجاهد، ما باید فقط باید مجاهد باشیم که از کشتار 67 دفاع کنیم یا برنامه بذاریم برای گرامی داشت؟ انواع اقسام ایدئولوژی های مختلف، افرادی که ایدئولوژی مختلف داشتن از بین رفتن. ولی میخواستم اینو بگم که اخیرا دیگه همچین سوالی اصلا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه الان مسئله این نیستش که بگن که این فراموش نکنین، دیگه تقریبا داره جا میفته. البته باز هم همچنین باید فعالیت ادامه داشته باشه، ولی همین فعالیت هایی که الان دوستمون آقای امیرم توضیح دادم، صحبت کردن راجع به کانون شما که این برنامه ها رو میذاره، این فعالیت ها همینطوری باید ادامه داشته باشه تا نهایتا به اونجایی برسه که اکثریت جامعه نتونن چشم پوشی کنن از این جانهایی که از دست رفته. یکی اینو میخواستم بگم، یکی اینو میخواستم بگم که ما با هم مسئله این که بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، دو تا مسئله مهمی انقلاب زن زندگی آزادی به ما داده که الان عصر ما این دو تا مسئله است. یکی این که تبعیض، رفع تبعیض، تبعیض جنسیتی هست و به طور کلی رفع تبعیضه. رفع تبعیض وقتی که ما اگر هر دولتی، هر حکومتی برای رفع تبعیض باشه، دیگه بین مذهب‌های مختلف فرق گذاشته نمیشه، بین ملیت‌های مختلف فرق گذاشته نمیشه، بین زن و مرد فرق گذاشته نمیشه. بنابراین این مسئله، این داده‌ای رو که انقلاب زن زندگی به ما داده، بسیار مهمه و اصلا زیاد اونقدرها توجه نمیشه که اگر ما فقط به این داده توجه بکنیم، اون چیزی رو که الان مثلا صحبت کردیم و لقمان جان هم صحبت کرد، دوستان صحبت کردن، هیچ وقت به وجود نخواهد اومد. این نسل جدید ما هستش، این داده نسل جدید. و مثلا دیگه انسان بودنه، آدم انسانیت مهمه، نه اینکه این انسان چه عقیده ای داره، انسان بودن و انسانی رفتار کردن. بنابراین این دوتا مسئله رو به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی به ما داده و الان نسل ما، نسل جوان ما دنبال اینها هستن و این مسائل رو که الان ما صحبت میکنیم، اینا خیلی خیلی، اینا تاریخ، همونجوری که لقمان عزیز گفت، ما باید تاریخ رو بدونیم، باید بخونیم و یاد بگیریم، درس بگیریم از تاریخمون و به اینجا برسیم که این مسائل رو که جوانهای ما الان روش توجه دارن بسیار بهش اهمیت بدیم و هیچ وقت هم جانهای از دست رفته رو فراموش نکنیم و نذاریم که فراموش بشه، که همچین اتفاقاتی دوباره نیفته. خیلی ممنون که من فرصت دادیم. بسیار عالی، متشکرم. آقای تدین نژاد، اگر مایل باشید چیزی اضافه کنید به حرفه بسیار ارزنده خانم شهلا. من بازم ازشون تشکر میکنم، از همین پای مردیشون. ایشون هم واقعا اگه نبودن، بنیاد خویی و عبقری ها نبودن،
میلنگیدیم از نظر هم از نظر فرهنگی، هم از نظر این یادبودها و هم از نظر این چراغی که در این شهر روشن به یمن وجود اینها. و این خیلی جالبه که هم اینجا هست، هم هوستون هست، هم شهر شما هست و بسیاری جای دیگه. تصور بکنین اینها اگه نبودن ما چه حال و وضعی داشتیم. درست همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواست، درست همون برهوتی که حتی حاضر نیست بذاره 4 تا آدم ضعیف نادار ولی نویسنده و شاعر اینا نمیذاره دور هم جمع بشن، در با اینکه تمام تریبون ها و تمام همه چی دستشونه ولی از جمع شدن 4 نفر جلوگیری میکنه، اون برهوت رو اونجا درست میخوان درست کنن که نمیتونن، اینجا هم برهوت میشه و از همه تشکر میکنیم. و لازم هم هست که بهشون بگیم که بدونن به شماها، به افریها، به این به اون، باید بگیم که بدونن کارشون بی نتیجه نیست. همین فقط میتونم بگم. خیلی متشکر. همیشه در تمام فرهنگ ها شعر نقش بسیار ارزنده ای داره. خیلی متشکر. آقای دکتر ناظر عزیز، خواهش میکنم بفرمایید. ایشون رفتن موزیکشون رو ما فکر کردیم میخواییم برای ما سازی بزنیم. نه مثل که کوروش بود فکر میکنم، نتونستم من تکستش رو بخونم ولی فکر کردم، نخوندم نفهمیدم، فکر میکنم گفت که این شکل یه تفنگه، شکل یه نمیدونم، بعدا ازش میپرسم ولی رفتم. آره منم همینجور فکر کردم ولی خب مسلما نیست. آه من چیز باید درستش میکردم. خب ببخشید. بفرمایید آقای دکتر ناظر. خیلی ممنونم جناب لقمان نشاط از سخنرانیتون. یه نکته میگم و بعد یه بحث کوچک دارم. در ابتدای صحبت جناب، اولا خیلی خیلی ممنونم از صحبتات، اینو باید صمیمانه بگم. نکته که بعد ابتدا میخوام براتون مطرح کنم، تعریف شما از عادی سازی شهر، شما در مورد هیئت مرگ و آیشمن یه تفاوت وجود داره که این تفاوت به نظر من باید چیز ذکر بشه. آیشمن نمیدونست، به اصطلاح یک انسانی بود که فاقد این بود که بداند چه میکنه. میگفت در روحیه این من نگاه قیافش میکردم آرنت، میگفت من نمیفهمم این داره چی کار، اصلا نمیدونست داره چی کار. ولی اونجا میگه عادی سازی شهر، ولی وقتی که راجع به هیئت مرگه، هیئت مرگ میدونه داره چی کار میکنه. اینا اومدن 200 نفر دیگر رو بکشن، تا حالا ما بنا به گفته جناب علی و بقیه ما اینا رو کشتیم، اجازه بدیدیم بقیه رو هم بکشن. این با اون صحبت که آیشمن میکنه یه مقدار تفاوته، ولی در عادی سازی شهر جمهوری اسلامی از بدو تولدش تا به امروز خیلی کوشش کرده، که از این نظر با شما موافقت دارم که اینها هم در صدد عادی سازی شهر هستند و خوشبختانه تا به حالم موفق نشدن. بحث دوم من بحثم در مورد سخنرانی شما، ضمن بزرگ داشته تمام کسانی که شما اسم میارید، من میارم، بقیه آوردن که برای سربلندی این جامعه، این مردم مبارزه کردند تا به امروز، خب قابل تقدیره و باید از تمامی اینها به اصطلاح دفاع کرد، یادآوری کرد، نباید بگذاریم از خاطر ما محو بشه. ولی آقای امیری من فکر میکنم یه نکته ای رو گفت، اگر من اشتباه نکنم،
امر مبارزه امر سیاله، چون مبارزه در درون یک جریان سیال حرکت میکنه، یک جریان شناور، یعنی جامعه. همونجور که جامعه تغییر میکنه، به همراهش هم تمام عوامل و ضوابط اجتماعی من جمله مبارزه، چون در درون جامعه باید صورت بگیره، اونم تغییر میکنه. بنابراین اگر تا دیروز مثلا فلان تئوری که در مورد یک مسئله ما داشتیم و می توانست در اون موقع کارساز باشه، شاید امروز نباشه. اینجا چیزی که اتفاق میفته دیگه ما نمیتونیم به اصطلاح بگیم تمامی، وقتی صحبت از تمامی این بزرگان میکنیم بایستی در نظر بگیریم که نباید بگیم حالا این اینو گفته بهتر از دیگری گفته. یعنی ارزش یک انسان مبارز رو اگر شما میخواید دریابید، در یه چیز دیگه است، نه در این که نظرشون با هم دیگه متفاوته. بنابراین مثلا آقای لقمان نژاد خیلی ارزش صحبتش هم من بیشتر، خب به این بیشتر معذرت به شما اگر یه اتفاقی برای اون بیفت، نه اصلا نبایستی بین دو انسانی که شهید شدند به خاطر نظراتشون ما فاصله بذاریم یا اهمیت بدیم. آنچه که مهمه عمل کردی ناس در برابر ما، و قبولم بکنیم که در پروسه مبارزه اینها مبارزهشون سیغل خورده. اون روز اون صحبتی کرده با اون شرایط میخونده و بایستی براش ارزش قائل شد. بماند حالا من الان وقت نداریم و یعنی نکته ای رو از امیر پرویز پویان براتون میگفتم، وقت از این نظر است که من فکر میکنم که وظیفه مندیم ما. من نظرم اینه، بعضی وقتا میشنوم در بعضی جای دیگه مثلا یه ارزش های قائل میشن که تحت شعاع قرار میده مبارزه رو. امیدوارم این عمل صورت نگیره. خیلی ممنونم جناب لقمان نژاد، امیدوارم که بازم شما رو در اینجا ملاقات کنم. سپاسگزارم از حوصلتون که به من گوش کردید این همه مدت. بسیار ممنون از صحبت های ارزنده آقای دکتر ناظر و سخنرانی بسیار شیوا و زیبای شما که احساسات همه ما رو برانگیخت و مطمئنن هیچ وقت ما فراموش نمی کنیم و از یاد نمی بریم تمام عزیزانی که در راه وطن جانشون رو از دست دادن. خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادین و سپاسگزارم که سخنران امشب ما بودید. منم سپاسگزاری می کنم و بازم تشکر میکنم از اینکه اینقدر وقت گذاشتین و برای میدونم خیلی انرژی میبره. بعد من امیدوارم همین، خیلی ازتون سپاسگزاری میکنم. خیلی متشکرم.